بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردای عزیز، امید که جور و صحت مند باشید. شاگردای عزیز، درس امروزی ما هست ریاضی صنف دوم، موضوعش جمع کردن سه جزء جمع. صفحه 23 کتاب. شاگردای عزیز، از همه اولتر چی میکنیم؟ عملی جمع تعریف میکنیم. جمع یا عملی جمع چی است؟ میگیم جمع در لغت به معنای یکجا کردن اشیای همجنس را جمع گوییم. یعنی به معنای چی است؟ یکجا کردن. یعنی همه چیز با هم چی میکنیم؟ یکجا میکنیم. حالا با سوالاتش، به حل سوالات میپردازیم. سه جز داره. جز اول، جز دوم، جز سوم. ببینید شاگردای عزیز، اول چی میکنیم؟ جز اول دوم حل میکنیم. جز اول دوم. میبینیم 4 و 2 چند شد؟ 4 و 2 6. به هر قسمی که حل کنیم ما چی میکنیم؟ جواب میدهد. مثلا ببینید شاگردای عزیز، 2 و 4 چند میشه؟ 2 جز دارم. در درس‌های قبلی عملی جمع ما 2 جز شخانده بودیم که ما گفتیم از این چود از این 2 بخش استفاده میکنیم. اما درس امروزی ما چی است؟ 3 جز داره. جز اول، دوم، سوم. درست است؟ ببینید از چود از این 3 قسمتش استفاده میکنیم. اول جز اول و دوم با هم جمع میکنیم. 2 و 4 جمع میشه 1 2. جز دوم 1 2 3 4. همیشه با هم چی میکنیم؟ حساب میکنیم که جز اول و دوم که با هم جمع میکنیم چقدر میشود. 1 2 3 4 5 6. ببینیم 6. حالا چی میکنیم؟ این 2 عدد که با هم جمع کردیم حاصل هزیره با جز سوم جمع میکنیم. 6. حالا 6 و 5 چند میشه؟ 5 از جز سوم. 1 2 3 4 5. حالا همیشه با هم جمع میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. چند شد؟ 11. اینجا هم 6 و 5 11. سوال بعدی چی کردیم؟ حالا جز اول و سوم با هم جمع میکنیم. 2 و 5 7. 4 خودش میگیریم. حالا این 3 جز با این 2 جز دیگر جمع میکنیم که جوابش چقدر میاد. جز اول ما چند دانه است؟ 2 دانه. جز دوم ما 1 2 3 4 دانه. جز سوم ما 5 دانه. 1 2 3 4 5. حالا تمامش با هم جمع میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. حالا 7 و 4 با هم جمع میکنیم. 3 جز بود، 2 جز ساختیم. حالا هر دوش با هم جمع میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4. حالا تمام شب با هم جمع میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. جوابش چند برآمد؟ 11. حالا سوال بعدی، جز دوم و سوم با هم جمع میکنیم. 4 و 5 چند میشه؟ 9. دوره خودشه با جز اول. حالا اولی رو جمع میکنیم، بعدا این قسمت دیگه. 1 2. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. حالا تمام شو با هم جمع میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. سوالی که 2 جز ساختیمش چند میشه؟ هر دو شب با هم جمع میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2. حالا تمام شب با هم جمع میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دانه. حالا ببینید شاگردای عزیز، 3 جز بود، به هر شکلی که حل کنیم جواب ما چی میشه؟ درست میاد.
هرقدر جاهایش تغییر بدهیم ببینیم یک بار جزء اول و دوم حل کردیم، حاصلش با جزء سوم هم امو عدد برآمد. اگر جزء اول و سوم حل کردیم، حاصلش با جزء دوم هم عدد 11 برآمد. اگر جزء دوم و سوم با هم جمع کرده، حاصلش با جزء اول جمع کردیم 11 برآمد. هر قدر جاهایی شد در عملی جمع تغییر بدهیم، بازم در حاصلش کدام تغییرات نمیاد. سوال بعدی گفته اولا دو عدد را که چیز اول جمع میکنیم دو عدد تعیین کنید، حاصل جمع آن بنویسید. دو عدد با هم جمع میکنیم، حاصلش با عدد سوم جمع میکنیم. حالا چی میکنیم؟ اول و دوم جمع میکنیم. سه و پنج چند میشن؟ سه جزء دو جزء جور میکنیم. یک دو سه، یک دو سه چهار پنج. حالا تمام شد حساب میکنیم. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت. جزء اول و دوم که جمع کردیم چند شد؟ هشت. حالا حاصلش با جزء سوم حل میکنیم. هشت و سه، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت. یک دو سه، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده. حالا هیر سه یک جا با هم جمع میکنیم. جز اول ما سه دانه، جز دوم ما پنج دانه، جز سوم ما هم چه سه دانه. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده. دیدین شاگردای عزیز، جواب ما یکی برآمد. سوال بعدی حالا چی میکنیم؟ جزء دوم و سوم با هم جمع کرده، حاصلش با جزء اول جمع میکنیم. هفت یک و سه چند میشه؟ چهار. حالا جزء اول ما چند است؟ هفت. با هم جمع میکنیم. اول این سوال حل میکنیم. جزء اول ما هفت دانه است، جزء دوم ما یک دانه، جزء سوم سه، یک دو سه. حالا تمامش با هم جمع میکنیم. یک دو سه چهار پنج شش هفت نو ده یازده. حالا این سواله که ما دو جزء ساختیم هم جمع میکنیم، میبینیم که جوابش چقدر میبراید. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار پنج شش هفت. آل تمام شد با هم جمع میکنیم. یک دو سه چهار پنج هفت هشت نو ده یازده. ببینید شاگردای عزیز، باز هم جواب ما چی شد؟ یکی برآمد. اگر ببینیم دو و جزء دوم و سوم با هم جمع کردیم، حاصلش با جزء سوم جمع کردیم هم 11 برآمد. اگر یک جا با هم جزء اول دوم سوم هم یک جا جمع کرده هم چی برآمد؟ عدد 11 برآمد. سوال بعدی چی میکنیم؟ حالا جزء اول و سوم با هم جمع کرده، حاصلش با جزء دوم جمع میکنیم. جزء اول ما چند است؟ چهار. دو سه چهار با یک چند میشه؟ پنج. پنج جمع شش. حالا حل میکنیم سوال ما را. جزء اول ما چهار، جزء دوم ما شش، یک دو سه چهار پنج شش. جزء سوم ما یک دانه. حالا تمام شد با هم جمع میکنیم. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده. یازده. حالا سوال ما را که سه جز داشت دو جز ساختیم، حالا این دو تا را هم با هم جمع میکنیم. یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج شش. درست شد؟ حالا تمام شد با هم جمع میکنیم. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده. چند برام شد برای عزیز؟ یازده.
ببینین سوال اول جز اول دوم حل کردیم، حاصلش با جز سوم هم عدد 11 برآمد. اگر جز دوم سوم حل کرده حاصلش با جز اول حل میکنیم، هم امو عدد یعنی جوابش برآمد میبینیم. و سوال سوم که جز اول و سوم جمع کرده حاصلش با جز دوم چی میکنیم؟ جمع میکنیم، هم امو جواب داد. سوالات بعدی. سوال اول ببینید، سه جز دارم، یک جز، دو جز، سه جز، یک جز، دو جز، سه جز. حالا تمامش با هم چی میکنیم؟ جمع میکنیم. ببینید اول جز اول و دوم با هم حل کرده، حاصلش با جز سوم. همه قسم سوال بعدی، جز اول و دوم با هم جمع، سوم و دوم جمع کرده، حاصلش با جز اول. همه قسم تمامش چی میشه؟ جوابش میده. هر قدر که ما جاهایش تغییر بدیم، این را جز اول با سوم، سوم با دوم، جواب همو عدد مبرای کدام تغییرات در حاصلش نمیایم. ببینید سوال اول، چهار، سه دانش جدا میکنیم، یک، دو، سه، از سه جانش استفاده میکنیم، از دیگرهایش نمیکنیم. جز اول ما چند دانه است؟ چهار دانه، یک، دو، سه، چهار. جز دوم ما چند دانه است؟ شش، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. جز سوم ما چند است؟ هشت، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هش. حالا چی میکنیم؟ تمامش از سیش با هم جمع میکنیم، یک، دو، سه، چار، پنج، شش، هفت، هش، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده، چارده، پانزده، ابده، هجده. چند شد شاگردای عزیز؟ بله، هجده. چار جمع شش، شش جمع هش، چند شد؟ هجده. سوال بعدی، سه جمع سه جمع سه چند میشه؟ سه جز داره، باز از سه، از این سه قسمتش استفاده میکنیم، یک، دو، سه، یک، دو، سه، یک، دو، سه. همشه حساب میکنیم، یک، سه، سه، دو، سه، شش، سه، سه، نو. سوال بعدی، جز اول دوم با هم جمع کرده، حاصلش با جز سوم، پنج، جز اول ما چند دانه است؟ پنج، یک، دو، سه، چهار، پنج. جز دوم ما شش دانه، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. جز سوم ما نو دانه، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو. حالا تمام شد چی میکنیم؟ جمع میکنیم، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، هجده، نوزده، بیست. چند شد شاگردای عزیز؟ بیست. نو جمع شش، شش جمع هشت، تمامش چند میشه؟ بیست. سوال بعدی، هشت جمع سه حاصلش با شش، جز اول ما چند دانه است؟ هشت دانه، یک، دو، سه، چهار، پنج، هفت، هشت. جز دوم ما سه دانه، یک، دو، سه. جز سوم شش دانه، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. اول جز اول دوم با هم جمع میکنیم، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده. یازده شد. حالا با جز حاصلش با جز سوم، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده. هشت جمع سه یازده، سه جمع شش هفده. سوال بعدی، سه جمع هفت، هفت جمع یک، دو، سه، چهار، ببخشید سه، جز دوم و هفتانه، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت. جز سوم ما یک. تمام شب با هم جمع میکنیم، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده. سوال بعدی،
سه جمع چهار، چهار جمع شش. جز اول ما چند دانه است؟ سه دانه. یک، دو، سه. یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. حالا تمام شما با هم جمع میکنیم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده، دوازده، سیزده. سوال بعدی. دو جمع چهار، چهار جمع نه. حالا میبینیم که چقدر میشن. جز اول ما دو دانه. جز دوم ما چهار دانه. جز سوم ما نه دانه. درست شد؟ حالا تمام شد با هم جمع میکنیم. دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، سیزده، چهارده، پانزده. سوال بعدی. جز اول ما یک، جز دوم ما سه دانه، جز سوم ما شش دانه. حالا تمام شد با هم جمع میکنیم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. سوال بعدی. سه جمع پنج، پنج جمع هفت. سه جز اول ما سه دانه، جز دوم ما چند دانه است؟ پنج دانه. جز سوم ما هفت دانه. سه، شش، هفت. حالا تمام شد با هم جمع میکنیم. پنج، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، سیزده، چهارده، پانزده. سوال آخرتان. دو، چهار، پنج. حالا تمام شد با هم جمع میکنیم. دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده. شب دای عزیز، ای بود سوالات جمع سکه سه جز داشت. امید که چیزی را فهمیده باشین. روز خوب و خوش داشته باشین. الله یار و نگهدارتون.